Mas اداره آگاهی استان گیلان رو زنتون شد. What's going on guys, چطورید؟ بچه ها فرشاد سایلنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این بار میخوایم با بچه ها ویدیو ضبط کنیم. یه ویدیو که KSI قبلا خیلی وقت پیش انجام داده بود، بعد توی ایرانی ها حامی اول انجام داد صحبتشو کردیم، منم قرار شد که این ویدیو رو رکورد کنم به اسم One Question and Go. یعنی بیا یه سوال بپرس و برو، و باید حواسشون جمع باشه که وقتی اومدن توی چنل نگن سلام خوبی، من میگم مرسی و خدافظی میکنم و نوبت نفر بعد میشه. این کارو ویدیو رو فان میکنه، امیدوارم که سوالای باحال و خفن بپرسن و به چالش بکشن. امیدوارم کلی با این ویدیو حال کنید، کلی لذت ببرید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. خیلی دوستتون دارم. بزنید بریم سراغ بچه‌ها ببینیم چی ها ازمون میپرسن. Let's go. زود یه سوال بپرس برو. هول شدم. هول نشو. قدت چقدره؟ 191. باشه، خدافظ. خدافظ. سلام، چطوری؟ سریع یه سوال بپرس برو. محمد کیست؟ محمد کیست؟ محمد یک موجودی است که در اپل استور کار میکرد ولی الان یک موجود علاف و ول هستش. دوست خودم رو دارم میگم. تمام؟ خدافظ. سلام، چطوری؟ سریع یه سوال بپرس برو. کی قصد داری که بری سوئد؟ جاش که هنوز معلوم نیست ولی تا یکی دو ماه دیگه میرم. اوکی. میخواستی اون سورپرایز رو از زیر زبونم بکشی ولی نتونستی. سلام، چطوری؟ سریع سوال بپرس برو. سریع، بهترین یوتیوبر بشی یا بهترین استریمر؟ بهترین یوتیوبر. چرا؟ یک سوال دیگه. خدافظ. سلام، چطوری؟ سریع سوال بپرس برو. صدا میاد؟ صدات میاد. آره، سوالتو پرسیدی. کاری نداری؟ قربونت، بای. خدافظ. چه پایه بود، گفت قربونت بای. سلام، چطوری؟ سریع سوال بپرس برو. مهمترین کاری که برای بهبود اوضاع زندگیت انجام دادی چی بوده؟ تصمیم به مهاجرت، میشه گفت. آره، مهاجرت. یکی از چیزاییه که به نظر من خیلی توی زندگی کسی که توی ایران زندگی میکنن که دنبال پیشرفت زیادن و از حالت نرمال دوست دارن که زندگی عادی فقط نداشته باشن و پیشرفت کنن، به نظر من مهاجرت. درسته. مرسی. شما اسمتون؟ من آیدا. سلام، چطوری؟ سریع سوال بپرس برو. مازیار. سلام. سلام، سریع سوال بپرس برو. میخواستم بپرسم که همکاریات با کیاست بعدن که میخوای مهاجرت کنی اینا؟ سورپرایزه. میخوای جای مهاجرت هم بفهمی؟ نه 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 نه، این اشتباه. چطوری؟ کینگ کی یه سوال بپرس برو. آقای کینگ کی. هلو. یو یو یو. سلام فرشاد. سلام عزیزم، یه سوال بپرس برو. خیلی خوشحال شدم فرشاد. میخواستم بدونم از چند سالگی شروع به کار گیم کردی؟ چند سالت بود؟ من که از 7 سالگی گیم میزدم، ولی اگه منظورت استریم و آره، من اولین پی سی که خریدم پنتیوم وان بود، وان 133 بود که یادم، خریدم 700,000 تومان. هاردش مثلا 1 گیگ بود. آها. کل هارد سیستم 1 گیگ بود. آره، فقط یه داس روش داشت، یادش بخیر. عشق منی. خدافظ. امیر ایس بنده خدا از همون لحظه اول استوری بود. چطوری امیر؟ سوالتو بپرس برو. بپرس. آیا به یوتیوب به عنوان یه شغل نگاه میکنی؟ میشه یه تایمی شغل اصلیت باشه، ولی به یه مرحله‌ای باید برسی که مثلا چجوری برات بگم، اون خرجی که داری، اون زندگی که توقع داری و با پولش بتونی بگذرونی. ولی موقع شروع هیچ وقت نمیشه از همون اول با صفر سابسکرایبری که بگه یوتیوب شغل منه مثلا. میدونی چی میگم؟ یعنی باید کنارش طرف یه کاری بکنه، ان شاءالله تو کارش پیشرفت کرد، ویو رفت بالا، درآمد رفت بالا، کل فوکوسش رو میذاره رو ویدیو ساختن و پیشرفت کار یوتیوبش. چطوری سجاد؟ سوالت بپرس برو. چی شد که مثلا همون سنی که شروع کرده بودی برای فعالیت حالا کانتنت کریتور یا اینا؟ آها. چون قبلش دیگه مدلینگ و اینا هم بوده دیگه. چی بله. شد که اومدی به این سمت؟ من از سال 2011 استریم میدیدم، یعنی چون خودم ورلد آف وارکرافت پلی میدادم، استریم میدیدم. بعد یه بار رفتم سرچ کردم که ببینم آیا کسی ایرانی هست این کارو بکنه. رفتم دیدم بله، چقدر زیادن، حالا چه توی اون سایت ایرانی چه حالا توی توییچ. گفتم که منم به صورت تفریحی شروع کنم. دیدم که
جواب داد و پله پله رفتم بالا و دیگه جدی شد از اون به بعد کانتنت کریئتوری من. و دیگه خیلی جدی تر بودنش از پارسال بود که من یوتیوبمو جدی شروع کردم. خب موفق باشی ان شاء الله. ممنون که جواب دادی به سوالاتم. مرسی که وقت گذاشتی اومدی. یکی اسمش گذاشته فرشاد منو بیاد. اسمت چیه و سوالاتو بپرس. سلام. فرشاد می‌خواستم بگم که میتینگ نمیذاری؟ به به تو اصفهانی یا لهجت پیداست. میتینگ بذاریم کجا بذاریم؟ اونجا بذاریم. چهارم بذار بریم. چهارم. ببین عزیزم الان تو این وضعیت کرونا و وضعیت قرمز و اینا واقعا نمیشه این کارو کرد. یعنی نمیتونم با ماسک. یعنی شما موافقید که مثلا همه ماسک بزنیم بریم تو پارک دو متری هم وایسیم، یه فیلمی میخوایم بگیریم، یه عکسی میخوایم بگیریم، بالاخره نمیشه اینطوری. میدونی چی میگم؟ سوالتو بپرس لطفا. من سوالی ندارم. ببین یه سوالت بپرس حالا یه چیزی. یه سوال باحال فان چالش. اولین باری که می‌خواستی استریمر بشی فکرشو می‌کردی به اینجا برسی؟ نه چون کاملا تفریح اومدم توی این کار و دیدم وقتی موقعی که دیدم دارم پله پله خوب پیشرفت می‌کنم دیگه جدی شد خیلی. سلام چطوری؟ سوالتو بپرس و برو. سلام. سلام. باورم نمیشه. بپرس. بودو بودو بودو. سوال والا سوال نداشتم جو منم نمیدونم چیزی به ذهنم نمیرسه. باشه مواظب خودت باش. سرهنگ احمدی سلام. سرهنگ من جوابگوی سوالتونم. من از اداره آگاهی استان گیلان موزنم. خب بفرمایید در خدمتم. من آقای احمد کامران از شما جویا باشم. بفرمایید سوالتون رو بپرسید. خب جویا باشم دیگه بشه پاسخ خوب باشید چون شما متوجه شدید که شما دوستی نزدیکی دارید. حالا نه اونقدر نزدیک شما میفرمایید ولی ایشون در سلامت کامل به سر میبرند و هنوز نفس میکشند جناب سر. یعنی احمد کامران گی نیست؟ من نمیتونم نه تایید کنم نه تکذیب کنم ولی مشکوکن به این مورد. به نظر من تحقیقاتتون ادامه بدید. من یه چیزی به شما میشه بگم تو ویدیو نباشه؟ بفرمایید. جون اومدم سوال کنم. چطوری داوود جان خوبی؟ لطفا سوالتو بپرس برو. من کلا صحبت نمی کنم داوود. سلام ایلیا چطوری؟ لطفا سوالتو بپرس و برو. سلام. سلام ایلیا خوبی؟ بله شما خوبی؟ مرسی منم خوبم. سوالتو پرسیدی یا گفتی خوبی؟ بله میدونم. من فقط میخواستم بپرسم ازتون. قربونت خدافظ. سلام چطوری ای جوان ایرانی؟ لطفا سوالتو بپرس و برو. والا نمیدونم یهو چی بگم نمیدونم. چی بگی نمیتونی؟ یعنی چی؟ معدل اول دبیرستان. معدل اول دبیرستانم فکر کنم 17 و خورده ای یه همچی چیزی. اون وقت مایه شرم‌آور توی خانواده نشد؟ نه دیگه. ببین شد دومین سوال. مواظب خودت باش. آها اوکی خدافظ. ممنون. چه سوالی آخه معدل اول دبیرستان؟ او چهار تا چیز باحال بپرسی. لطفا سوالتو بپرس و برو. آقای ویروس سلام. سلام برشد. سلام عزیزم. دلیل اصلی که میخواست ایران بری چیه؟ شرایط بهتر برای ویدیو گرفتن مخصوصا بیرون از فضای بسته، یعنی آوتدور، یعنی بیرون خیابون این ور اون ور برای ویلاگ و اینطور. اینترنت بهتر، قانونمندتر بودن شرایط، مردم توی همه چی دید، کل همه چی دیگه، از جهان سوم میره تو جهان اول دیگه. سلام صدر چطوری؟ لطفا سوالتو بپرس و برو. از اونجایی که من خودم یوتیوبرم و برنامه نویسیم و طبق حرف خودت گفته بودی وقتی اگه یوتیوبر نباشم برنامه نویس میشم، خیلی دوست داشتم بدونم چه زبان برنامه نویسی میخوندی؟ من اگه یوتیوبر استریمر نمیشدم اتفاقا شروعم کرده بودم که بعد افتادم توی استریم. من پایتون میخوندم. خیلی عالی. مرسی جواب دادی. قربونت برم. مواظب خودت باش. سلام چطوری؟ لطفا سوالتو بپرس و برو. اولین کنسولت چی بود؟ آتاری. اون وقت بازی که بیشتر میکردی چی بود توش؟ یعنی اولین بازی که روش کردی. مواظب خودت باش. خدافظ. سلام چطوری؟ لطفا سوالتو بپرس و برو. فقط سوال. خب من برای اینکه الان یهویی شد هیچی هم ندارم، فقط ازت میپرسم چطوری، چون فقط میخواستم بهت بگم بیا وارزون که میگم وقتت پره. وارزون هم قول میدم که به محض اینکه جام عوض شد و رفتم، نتم اوکی شد، پینگم اوکی شد، حتما یه برنامه میذاریم با همه ویور رو بازی میکنیم. یه مولتی پلیر پدرسوخته ایه. میخواستم همینو بگم. همینو میخواین. مواظب خودت باش. سلام چطوری؟ لطفا سوالتو بپرس و برو.
میخواستم بپرسم که وقتی اینقدر یوتیوبرای یوتیوب زیاد شدن، هنوز راهی برای ما یوتیوبرای تازه کار هست که بخوایم معروف بشیم؟ آفرین، چه سوال قشنگی پرسیدی باریکلا. اتفاقا الان زیاد نیستن، برای اینکه بدونی مثلا 1000 تا استریمر یوتیوبر اصلا زیاد نیست تو 100 میلیون جمعیت، 120 میلیون کل ایرانیای دنیا رو دارم میگم. پس خارجی ها چی باید بگن؟ قاطی 6 7 میلیارد جمعیت. مثلا اینه که بگی وا این همه رستوران معروف و فست فود معروف، من برم چی بزنم؟ باید ایده خفن، خلاقیت، نوع ادیت متفاوت، نمیدونم کانتنتی که تا حالا کسی اجرا نکرده، این کار رو بکنی که بیفتی تو چشم بگن مثلا بچه یه یوتیوبر اومده داره این کارو میکنه، این کارو میکنه. جو خلاقیت داره. آفرین، خلاقیت شرط اول. تا حالا تو هر چقدر هم میخوای تجهیزات داشته باشی تاثیر نداره، اینجا مهمه. چطوری خوبی؟ لطفا سوالاتو بپرس برو. به لایو آروین با آریاشون، آروین گفته بود که قرار نیست که ایتور که قرار کجا بری. مرسی از سوالت، کاری نداری. خیلی نامردی، این چه سوالیه؟ اگه سورپرایزی عوض کنم. نه آره سوپ، این که سورپرایزی، اینو که نمیگم، عوض کن. همه فکر میکنم بیرون میری چند ساله ای، چند سال بهت میخوره، باز میگی 30 ساله ای، ریاکشنشون چطوریه؟ اون که کرکوپرشون میریزه وقتی من میگم 31 سالمه، ولی اصولا حدسایی که میزنن متولد 74 75، یعنی بین 23 تا 25 سالم باشه، اینجوری بهم میگم. فرشاد، فرشاد الیاس. ایه در رفت. بذار دوباره بیارمش. الیاس فرار نکن، تو تحت محاصره ای الیاس، اسلحه تو بنداز بخواب رو زمین الیاس. هیچ راه فرار نداری الیاس، بذار بیام بخواب رو زمین. وای وای خیلی خوب بود، وای پوکیدن خنده. سلام، چطوری؟ لطفا سوالاتو بپرس و برو. به نظرت فرودگاه واسه اومدن یا رفتن؟ خیلی خوبه که برای رفتن باشه اگه از اینجا باشه. آره، و اومدن رو دوست ندارم. آره رفتن رو دوست دارم. ایوال تو میدونی چرا کیبوردا نمیخوابن؟ این که شد ویدیوی Q&Q آتوری نیست. کیبوردا نمیخوابن؟ آره نمیدونم. چون دوتا شیفت دارن. حاضر خودت باش. خدافز. خودم خودم به همون خود از جوکم. امیدوارم حالت خوب باشه. سوالتو بپرس و برو. میخواستم ازت بپرسم که ببین اینایی هستن نه، هم واسه تو، هم واسه آریو، هم واسه خیلی از یوتیوبرهای دیگه هستن که میان زیر پستات کامنت منفی میذارن، انرژی منفی میدن، درسته؟ میگی این... چی میگم منظورم؟ خب بپرس تو به جواب بدم. میخوام بدونم که اون موقع تو چه حسی داری، یعنی واقعا چه فکری میکنی راجع بهش؟ ببین من اوایل خیلی ناراحت میشدم، حتی یه کامنت منفی میدیدم. اگه یاد باشه چند ماه پیشم یه استوری گذاشتم که مثلا واسم اینو مینویسن و فلان میسن، ولی الان اصلا دنبال کامنت منفی ام تو کامنت ها، یعنی میبینم ذوق میکنم، هیتر که میبینم خوشحال میشم. اصلا کسی که هیتر نداره یعنی پیشرفت نکرده. دقیقاً. آره. بچه جنوبی؟ از کجا فهمیدی؟ سلطان تشخیص هویت. ناموسا نه کجا فهمیدی بچه جنوبا؟ از مدل لهجت متوجه شدم. قربونت برم فعلا. خوشحال شدم. خدافظ. بچهای جنوب گلن. ببین الیاس هیچ جا نمیتونی دری، باید سوال بپرسی الیاس. الیاس سوالتو بپرس. من اصلا مو در میارم. لطفا سوالتو بپرس و برو. وای سلام فرشت، چطوری؟ جون اوی بالاخره اومد فاینالی جون. خب عزیزم سوالتو بپرس و برو. فرشت با آریا قهری؟ با آریا چوکسه وچ؟ احساس کنم قهری ویدیو رکورد نمی کنی باش. ویدیو هر موقع فرصت شه و یه بازی باشه که قرار باشه همگی داخلش باشیم رکورد میکنی. بعد این همه سال این اخلاقا رو بذارید کنار دیگه، هر کسی با هر کسی ویدیو نمیذاره یا استریم نمیکنه دلیل نمیشه که قهر باشن با هم. چه میدونم، من هر کی پرسیدم میگن اینا قهر کردن و فلان و اینا. هر کی گفت هر کی گفت آره بابا چت نمیذاره. خورونه فور بچه ها دلیل نمیشه که آخه مثلا من آریا صمیمیم، دلیل نمیشه یه ویدیو در میون هی با هم ویدیو بدیم. که سلام پویان عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. لطفا سوالتو بپرس و برو. سلام آقا فرشاد. سلام عزیز دل.
خواستم بپرسم که برای شروع کار یوتیوب واقعاً به همچین میکروفونی که دارین احتیاجه؟ میکروفون من خیلی میکروفون ارزون قیمتیه. یعنی کفایت میکنه؟ آره، مهمترین چیز توی شروع کار یوتیوب خلاقیت و ایده و کانتنتیه که ارائه میدی. باید واسه بیننده خب دارم اینا رو. خب تموم شد و رفت. شما حتما نباید بری شور SMB7 بخری 15 میلیون که میتونی با یه میکروفون مثلا یکی دو تومانی هم شروع کنی. مثلا بلویتی هم خوبه. بلویتی آره بابا زیاد هم هست. خب پس فقط ترجیح با همون میکروفون ارزون قیمت شروع کنم که آره باشم عزیزم. الان مثلا هامی هنوز DSLR نداره، داره با C922 ولی نورپردازیش انقدر خوبه که تو متوجه نمیشی اون لاجیتک C922. بسیار خوب آقا فرشاد، خیلی ممنون که اومدید و درود پویان عزیزم. از همینجا میگم سایلنت آرمی فوراور. سایلنت آرمی بهترین آرمیه توی یوتیوب. عشق منی، مواظب قربونت برم، خدافظ. خب بچه ها، اینم از ویدیو وان کوئسشن انگو. امیدوارم که کلی حال کرده باشید، کلی لذت برده باشید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید. اینستاگرام و دیسکورد توی دیسکریپشن هست، لینکش. اینستا رو فالو کنید، دیسکورد رو حتما جوین شید، چون بازم از این ویدیو خواهیم گرفت. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس.